يا علي 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 يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر. این برنامه دو تا هدف رو پیگیری میکنه. هدف اول یک سری سوالاتی برای ما شیعیان مطرح است نسبت به اهل تسنن. یه عالم دینی باید همون چیزی رو که میداند به مردم ابلاغ کنه. خب اینها نمیکنن به هر دلیلی. ما این کار انجام میدیم. لذا هدف دوم ما از این برنامه این است که واقعیت هایی رو نه تنها به شکل گفتاری، نه به شکل تصویری. شما هم اگر معتقده به قرآن نیستید، مگه ادعا نمی کنید که قرآن کتاب خداست و هر چه در این قرآن هست باید مورد عمل قرار بگیره؟ ما کاری به شیعه و سنی نداریم. عقل خودتون حاکم کنید. چرا اهل تسنن نعوذ بالله فهم، درک و شعور پیغمبر رو پایین تر از ابوبکر و عمر می دانند؟ واقعا برای ما جای سوال است. تک تک سوال ها رو می مطرح می کنیم، نه با قصد و غرض خاصی، نه فقط به عنوانی که بدونیم. بالاخره ما هم در بحث تحقیق، در بحث پژوهش، وقتی به کتب اهل تسنن مراجعه میکنیم یه سوالاتی برای ما پیش میاد. چند بار از این مولوی یا اهل سنت شنیدید که در کتاب صحیح مسلم حدیث داریم که عمر بن الخطاب حکم تیمم رو نمیدانست؟ چند بار به شما گفتن که در صحیح بخاری حدیث داریم که عمر بن الخطاب بدعت گذاره؟ چند بار به شما گفتن در صحیح بخاری حدیث داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها با ابوبکر درگیری پیدا کرد و با عرض کنم که ابوبکر قهر کرد، قطع کلام کرد، حتی اجازه نداد ابوبکر بر جنازه ایشون نماز بخونه؟ اینا رو کی به شما گفته؟ خلیفه ای که از اولیات دین خبر نداره چطور میتونه برای شما ملاک تدین باشه؟ دریغ از یک جواب. اگر کسی پیدا شد و به این سوالات پاسخ داد، بنده همینجا اعلام میکنم حاضرم دست از تشیع بردارم و سنی بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز، با یکی دیگر از سلسله برنامه های دریغ از یک جواب در خدمت شما هستیم. اگر نمیدانید بدانید که اهل تسنن نسبت به صحابه زیاده روی میکنند و معتقدند صحابه پیغمبر اکرم همشون عادلند و از همه اونها باید پیروی کرد. حدیثی هم به دروغ نقل میکنند که پیغمبر اکرم فرمود مثل اصحابی که نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، یعنی اصحاب من، همه اصحاب من مثل ستارگانند، به هر کدام از اونها شما اقتدا کنید و از هر کدام پیروی کنید هدایت شده اید. که حالا این حدیث رو ما فعلا کار نداریم، در جای خودش بررسی میکنیم، با خیلی از اعمال صحابه مشکل داره. اما خواهم این رو عرض کنم، آیا با عقل جور در میاد همه صحابه عادل باشن؟ تازه وقتی که ما به منابع اهل تسنن مراجعه میکنیم که دارن صحابه رو معنی میکنن، صحابه کیه؟ میگن کسی است که پیغمبر او را دیده باشد یا او پیغمبر را دیده باشه. به این حد، حتی ممکنه مصاحبت هم نکرده باشه، یعنی با پیغمبر هم زندگی نکرده باشه، از راه دور، که ابن حجر عسقلانی در شرح عرض کنم صحیح بخاری در فتح الباری مفصل بهش پرداخته، که حالا ما در جای خودش نکاتی از اون کتاب داریم که اینجا ارائه میکنیم. اما ایشون در تعریف صحابه اینجوری میگه صحابه کسی است که یا پیغمبر او را دیده باشد یا او پیغمبر را دیده باشد. حتی میگن که اگر یه طفلی در بغل مادرش، در بغل پدرش بوده، پیغمبرم اون رو دیده، ایم صحابه است، عادل است، هر کاری بکنه درست. خیلی خوب، ما حرفمون این است، آیا واقعا همه صحابه به بهشت میرن؟ این چیزی که به شما اهل تسنن گفتن همه اصحاب پیغمبر اهل بهشتن،
اما ما یک حدیثی در صحیح بخاری دیدیم که یه چیز دیگه ای رو داره عرض کنم که نشون میده. لذا ما این رو به عنوان سوال از شما مطرح میکنیم و منتظر جواب هستیم. اولا دقت کنید، به دروغ اهل تسنن ما شیعیان رو دشمن صحابه معرفی کردن. این رو دروغ گفتن به شما. کجا شیعیان دشمن صحابه هن؟ مگر صحابه همون 4 5 تا 10 تایی است که شماها روش تعصب دارید؟ اقلن و اقلن 120,000 نفر جز صحابه پیغمبر بودن. چطور حرفای دیگران رو گوش نمی کنید؟ حرف همین 4 نفر 5 نفری که شما روش تعصب دارید و اصرار دارید که فقط باید از اینا پیروی کرد، اینا فقط صحابه هن؟ این اولا. ثانیاً اینکه نخیر شیعیان دشمن صحابه نیستن. حتی گاهی از اوقات برخی از صحابه پیغمبر که متدین بودن، مؤمن به پیغمبر بودن، گوش به فرمان رسول الله بودن و با همین حالت از دنیا رفتند، برخی از معارف دینمون رو ما شیعه ها که از طریق اهل بیت به ما نرسیده از این صحابه میگیریم. افرادی مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل عمار، بزرگانی از صحابه که هستن. کی گفته ما دشمن صحابه ایم؟ کی گفته ما توهین به صحابه رو جائز میدونیم؟ اینها دروغ است، اینها تهمت به شیعه است. ما احترام صحابه میکنیم، ما صحابه رو چشمون میگذاریم، اما صحابه به شرطی. ما همینجور کیلویی که همه رو قبول نمیکنیم. کسی که قرآن بر او صحه گذاشته، کسی که پیغمبر او را متدین و مؤمن میداند و جز صحابه هم هست، قدمش رو چشم، حرفش رو چشم، احترامش واجب، توهین به اون حرام. البته برخی از منافقین رو ما قبول نداریم. قرآن هم داره سوره منافقین یک سری از دوروریال پیغمبر اعلام میکنه که اینا منافقن. ما هم اونها رو منافق میدونیم، ما هم نسبت به اونها بیزاری میجوییم. اهل تسنن هم حتما بیزاری میجورن، حتما از اونها تنفر دارن، شکی نیست، چون با قرآن که نمیتونن مخالفت کنن. پس بدونید ما شیعیان دشمن صحابه نیستیم، این تهمتی بیش نیست. بعدش هم حدیث بخاری رو دقت کنید. شما میگید همه صحابه عادلن، اهل بهشتن، اما جناب بخاری حدیث نقل میکنه که بسیاری از صحابه به جهنم میرن. دقت کنید در صحیح بخاری که البته این حدیث در جاهای مختلف هست، باز ما در جاهای دیگه شما برای شما نقل خواهیم کرد. کتاب الانبیاء باب قول الله و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. حدیثی در اینجا نقل شده که خوب دقت کنید. پیغمبر اکرم، خب یه حدیثی است که من ابتدای حدیث رو کار ندارم، راوی ابن عباس به نقل از پیغمبر اکرم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و ان اناسا من اصحابی یؤخذ بهم ذات الشمال. در روز قیامت برخی از اصحابم رو من می‌بینم که اینا رو گرفتن دارن به سمت جهنم می‌برن. فاقول اصحابی اصحابی، من اینا رو می‌شناسم، میگم خدایا اینا اصحاب منن، اینا اصحاب منن. فیقال، به من گفته میشه انهم لم یزالو مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. اینها مرتد شدن بعد از تو، بعد از که تو از دنیا رفتی اینها برگشتن به عقب و مرتد شدن. برادران اهل تسنن، کی گفته همه صحابه عادلن؟ کی گفته همه اهل بهشتن؟ آقای بخاری داره به نقل از پیغمبر اکرم حدیث نقل میکنن که بعضی ها مرتد شدن. اینو بده از مولوی ها بپرسید که اینقدر آقای صحابه رو مشت نکنید به سر ما بکوبید. صحابه فلان کردن پس ما باید پیروی کنیم، صحابه فلان کردن پس ما باید پیروی کنیم، فلانی دشمن صحابه است، فلانی دوست صحابه است. آقا صحابه پیغمبر شرط دارد: یک، ایمان داشته باشه، مسلمان باشه، گوش به حرف پیغمبر بکند، مطیع پیغمبر باشد، یک. دو، با همین حالت از دنیا بره. اینو همه مسلمین قبول دارن، اما برخی از صحابه هم پاشون لغزید، برخی هم اهل جهنم شدند، اهل جهنم شدن به دلیل همین حدیث. پس ما سوال میکنیم، نمیتوانید شما بگویید همه اصحاب عادلن، همه اصحاب اهل بهشتن؟ به چه دلیل؟ به دلیل یکی از ادلهش همین حدیث است که پیغمبر اکرم فرمودند برخی از اصحاب منو به جهنم میبرن. من اعتراض میکنم، بابا اینا اصحاب منن. به من گفته میشه تو نمیدانی که بعد از تو اینها برگشتن به عقب. حتی این حدیث تصریح به کفر داره دیگه. یعنی عرض کنم که برگشتن به عقب، اینه برگشتن به دوران جاهلی، یعنی برگشتن به دوران کفر. این که دیگه ما نمیگیم، نسبتی است که جناب بخاری داده است. امیدواریم ان شاء الله اگر جواب به درد بخور و معقولی پیدا شد به ما هم ارسال کنید، ما هم استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.